فقط خبرها. ایران به هیچ عنوان تخطی از قطعنامه 2231 رو نخواهد پذیرفت. نامنگاری روحانی با رهبران کشورهای طرف برجام غیر از آمریکا. رئیس جمهوری ایران میگوید تمدید تحریم تسلیحاتی عواقب وخیمی خواهد داشت. خسارت سنگین طوفان کرونا در بازار کسب و کار. اتحادیه اروپا شوک بی سابقه از زمان رکود بزرگ را تجربه می‌کند. به رغم هشدارها درباره اوجگیری بحران در آمریکا، ترامپ کارگروه ویژه کرونا را منحل می‌کند. و 30 سال زحمت در آستانه برباد رفتن. اثر منفی ویروس کرونا بر حیات وحش آفریقا. سلام، از بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. رئیس جمهوری ایران هشدار داده که تمدید تحریم تسلیحاتی این کشور عواقب وخیمی خواهد داشت. اشاره حسن روحانی به تحریم خرید و فروش سلاح‌های متعارف برای ایران است که بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل کمتر از 6 ماه دیگر لغو می‌شود. این قطعنامه 5 سال پیش در پی امضای توافق هسته‌ای با یا برجام تصویب شد. آمریکا که 2 سال پیش به طور یک جانبه از برجام خارج شد، حالا تلاش می‌کند نگذارد تحریم تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران به پایان برسد. باران عباسی گزارش می‌دهد. کار بسیار احمقانه ای انجام داد آمریکا و از این توافق و قرارداد خارج شد یک جانبه. سخنان حسن روحانی در آستانه سالروز خروج آمریکا از توافق هسته‌ای. تنش بین دو کشور این روزها حول قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. قطعنامه‌ای که 5 سال پیش در پی توافق هسته‌ای تصویب شد و بر اساس آن تحریم تسلیحاتی ایران تا چند ماه دیگر لغو می شود. تلاش‌های آمریکا برای تمدید این تحریم‌ها اما هشدار ایران را در پی داشته. ایران به هیچ عنوان تخطی از قطعنامه 2231 رو نخواهد پذیرفت. ایران حق مسلمش هست که به زودی از تحریم تسلیحاتی در چارچوب این قطعنامه خارج بشه. البته ما سلاح چه بسازیم چه بخریم برای دفاع خودمون و برای دفاع ملت هاست. سلاح ما بنزین بر آتش نیست، سلاحی که ما داریم آب بر آتشه. آمریکا اما میگوید آتشی که در کشورهای منطقه افروخته شده به دلیل دخالت‌های ایران است. با حمایت مالی و تسلیحاتی از نیروهای نیابتیش در عراق، سوریه، لبنان و یمن. واشنگتن حالا پیشنویس قطعنامه ای را برای تمدید منع خرید و فروش اسلحه برای ایران تهیه کرده تا به شورای امنیت ببرد. تصویب این قطعنامه وابسته به حمایت کشورهای دارای حق وتو است. روسیه و چین اما علاقمند به فروش اسلحه به ایرانند. متحدان اروپایی، آمریکا هم که در برجام باقی ماندند، به نظر نمی رسد علاقه ای به پیروی از این سیاست واشنگتن داشته باشند. تحریم تسلیحاتی حسن روحانی امروز به طرف‌های برجام هشدار داد تسلیم فشارهای آمریکا نشوند. من تأکید کردم که اگر چنین شود ما چنان خواهیم کرد. با اونا میدونن که اگر یه همچون خطایی مرتکب بشن چه عواقب وخیمی برای اونها داره و چه شکست بزرگ تاریخی برای اونها خواهد بود. این تحملش معلوم نیست منظور حسن روحانی از پاسخ احتمالی ایران چه اقدامی است. ایران میگوید قطعنامه 2231 با برجام گره خورده و آمریکا با خروج از این توافق دیگر از نظر حقوقی حق دخالت ندارد. برای آمریکا دیگه برجامی وجود نداره، تمام شد، مگر اینکه بیاد دو مرتبه درخواست بکنه، دو مرتبه همه ما بپذیریم، جبران بکنه تمام خطاهاش رو، تمام تحریم‌ها رو کنار بگذاره. حالا اون یک شرایط خاصیه. آمریکا گفته گزینه بازگشت به برجام مطرح نیست و سیاستش در قبال ایران همچنان فشار حداکثری است.
در این میان پرتاب یک ماهواره نظامی از سوی سپاه به تنش‌ها دامن زده. آمریکا برنامه فضایی ایران را پوششی برای توسعه توانایی‌های موشکی می‌داند و اقدام اخیر سپاه می‌تواند در مذاکرات واشنگتن و متحدانش درباره ایران مسئله قابل طرح باشد. باران عباسی، بی بی سی. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا با ما هست. آقای حسنیاری، آقای روحانی صحبت از این میکنه که اگر اونها چنین کنند ما چنان میکنیم و صحبت از عواقب وخیم. واقعا گزینه های ایران چه هست اگر آمریکا بخواد خیلی جدی به دنبال تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بره؟ اگر اجازه بدین یک اشاره به گفته های بخش دیگری از گفته های آقای روحانی بکنه، و اون این بود که می گفت که خرید و فروش تسلیحات برای ما برای دفاع از ملت های دیگر است. خب این به طور خیلی روشن دست آمریکا رو پر نگه می داره در مقابل جمهوری اسلامی که بگوید جمهوری اسلامی در امور داخلی جمهوری اسلامی قادر خواهد بود چه کار بکنه. آقای شمخانی به این مسئله اشاره کرد و اون این بود که برجام برای جمهوری اسلامی همیشه مرده تلقی خواهد شد. معناش این هست که جمهوری اسلامی از برجام خارج میشه و زمانی که از برجام خارج بشه، خب این باز یه شرایط جدیدی رو در سازمان ملل و عرصه جهانی به وجود میاره که نتیجه اون احتمالاً پیوستن حداقل کشورهای اروپایی به آمریکا خواهد بود، اگر که نگوییم با همکاری چین و روسیه. هدف ایران هم اصولا به نظر میرسه که بیشتر خرید تسلیحات باشه تا فرض بگیریم اینکه بخواد به سمت ساخت تسلیحات و فروش اونها پیش بره. خب ببینید، جمهوری اسلامی تسلیحاتی رو همین امروز خیلی روشن و اعلام هم کرده بارها به سوریه میفرسته، به گروه‌های نیابتی خود در عراق میفرسته، به حزب الله میفرسته، به حوثی‌ها در یمن فرستاده و اینا تسلیحات بسیار سنگینی نیستن، تسلیحات سبکی هستن مگر در مواردی که موشک‌های رو داده و چه به حزب الله. در نتیجه جمهوری اسلامی این کار رو طی سال‌های گذشته انجام داده و قطعاً انجام خواهد داد. در مورد خرید تسلیحات هم بایستی گفت که به اعتقاد من روسیه و چین هیچ گونه عجله‌ای در مورد تحویل تسلیحات پیشرفته از نظر نظامی و سنگین به جمهوری اسلامی نخواهند داشت، به خاطر اینکه خب بایستی در اون زمان محاسباتی رو انجام بدن، کفه ترازو به سود کدام طرف سنگین تر هست، اروپایی ها و آمریکا اسلامی. در نتیجه اون چیزی که جمهوری اسلامی به نظر من در این مرحله حداقل به دنبال اون هست این هست که این تحریم ها از صفحه کتاب شورای امنیت برچیده بشوند که دست جمهوری اسلامی رو برای خریدهای آتی باز بکنه. خب در شرایط امروز البته مسئله پرداخت این خریدهای احتمالی هم وجود داره که اقتصاد جمهوری اسلامی امروز این اجازه رو نمیده و کشورهای مثل روسیه و چین بخصوص در شرایط امروزی که اقتصاد در جهان و از جمله در این دو کشور با مشکلات جدی روبرو خواهد بود، اونها هم نیاز به نقدینگی دارن تا اینکه بتونن امور داخلی خود رو بچرخونن. آقای حسنیاری، بنابراین شما احتمال همکاری چین و روسیه با آمریکا برای تمدید این تحریم تسلیحاتی رو هم میدید؟ ببینید، خیلی جالب بود در این گزارش خانم عباسی زمانی که اشاره کردن به این موشک آخری که به اصطلاح از جانب سپاه به فضا فرستاده شد، ظاهرا که کشورهای غربی رو بخصوص فرانسه و بریتانیا رو موازهشون رو به آمریکا قطعا نزدیکتر خواهد کرد و از طرفی هم روسیه و هم چین در توافقی گسترده علیه جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، اونها هم تردید خواهند کرد در مورد همکاری و یا پشتیبانی از جمهوری اسلامی. اون رو در شورای حکام آژانس بین‌المللی دیدیم و همینطور در شورای
شورای امنیت سازمان ملل. ممنونم از شما آقای حسن یاری و با پوزش از اینکه در مقاطعی این تصویر شما قطع میشد. با تشکر از شما هوشنگ حسن یاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا با هم. اما آمار رسمی مبتلایان به کرونا در جهان از 3,700,000 نفر گذشته و شمار جانباختگان به 260,000 نفر نزدیک شده. در همین حال بعضی از نقاط آسیا به شرایط نسبتاً عادی برمیگردند، ولی در اروپا شوک اقتصادی بحران کرونا از زمان رکود بزرگ در نیمه اول قرن بیستم بی سابق است. بیکاری دو برابر شده و برآورد می‌شود که اقتصاد این قاره تا حدود 8% آب برود. در ایران هم وزارت بهداشت گفته که طی شبانه روز گذشته نزدیک به 1700 مبتلای جدید شناسایی شدند و 78 نفر دیگر جانشون را از دست دادند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. برای یک بیمار جنگ مرگ و زندگی است. برای این پزشکان و پرستاران بیمارستان شیکاگو یک روز دیگر کاری. یک چهارم کل جانباختگان کرونا در دنیا در آمریکا جانباختند. رئیس جمهوری آمریکا با شعار بازگشت به کار و زندگی بعد از مدت‌ها از یک کارخانه تولیدی بازدید کرده است. آن سوتر در همسایگی جنوبی آمریکا تعداد مرگ و میرها در مکزیک در بعضی نقاط از ظرفیت قبرستان‌ها فراتر رفته. مقامات مکزیکی اطمینان می‌دهند که اوضاع تحت کنترل است. شاید. ولی همه چیز اینجا بوی مرگ می‌دهد. برعکس در ویتنام شوقی دوباره به زندگی برای این اهالی اطراف پایتخت بازگشته. مردم از لغو قرنطینه طولانی خوشحالند. ما خیلی خوشحالیم. 28 روز هیچکی رو ندیدیم. من که گلهام همه مردن. اما حداقل از شر کرونا راحت شدیم. ویتنام یکی از معدود کشورهایی بود که خیلی زود به جنگ کرونا رفت. نتیجهش طبق آمار رسمی چند صد مبتلا بدون مرگ حتی یک نفر. در چند نقطه دیگر آسیا و اقیانوسی هم بازگشت به شرایط نسبتاً عادی آغاز شده، مثل هنگ کنگ، کره جنوبی و استرالیا. اما پررنگ‌ترین نماد بازگشت به شرایط عادی بازگشت ده‌ها هزار محصل دبیرستانی ووهان به کلاس‌های درس است، البته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی. شهر ووهان چین منشأ ویروس کرونا بود. هنوز اروپا به مرحله بازگشت نرسیده. هوای بهاری فضای دلپذیری را در شهرهای خلوت اروپا برای ورزش و هواخوری فراهم کرده. اما آمار بد اقتصادی کام همه را تلخ کرده است. کمیسیون اروپا میگوید در میانه بزرگترین رکود اقتصادی هستیم. بیکاری دو برابر شده. تولید ناخالص داخلی 8% کاهش یافته و سرمایه گذاری 14% افت کرده. قرار هم نیست تا سال آینده اوضاع بهتر شود، چون بازگشت به شرایط عادی روندی بسیار تدریجی است. با این هشدارهای مکرر که خطر کرونا را همچنان جدی بگیرید. هشدارهایی که در ایران مرتب به مردم داده می شود، ولی خیلی ها رعایت نمی کنند. برای اینکه خیابونا شلوغ شده، ماشینا هم میان بیرون. من فکر کنم مردم یه خورده بی خیال شده. متاسفانه هیچ کس گوش نمی کنه. دولت وضعیت بسیاری از شهرها را سفید اعلام کرده. یعنی خطر کرونا در آنها کمتر است، ولی در میان مناطق پرخطر این روزها حرف از استانهای تهران و خوزستان زیاد شنیده می شود. ما تا اوایل در واقع اردیبهشت ماه کاملا یک وضعیت باثباتی رو داشتیم، ولی از اوایل اردیبهشت به دلیل کم رنگ شدن فاصله اجتماعی از 23 فروردین ماه یک روند افزایشی را از اوایل اردیبهشت داریم. امروز تصمیم گرفتیم. از وقتی سازمان ثبت احوال تایید کرد که دستور دارد آمار فوتی‌های کشور در زمستان گذشته را اعلام نکند، امید به سنجش بحران کرونا در ایران ورای آمار رسمی از میان رفته است. وضعیت نامطمئن کرونا و خطرات آن در نقاشی‌های این کودکان برزیلی بازتاب گویایی داشته است. ترکیبی از افسردگی و دلتنگی و خوشحالی های کوچک. سیاوش اردلان، بی بی سی. وزیر اقتصاد آلمان هشدار داده که ادامه قرنطینه برای اقتصاد این کشور پیامدهای فاجعه باری خواهد داشت. پتر آلتمایر در همین حال موج دوم کرونا رو در زمستان امسال پیش بینی کرده. بعضی از اقتصاددان ها میگویند بحران کرونا تا اینجا اقتصاد آلمان را 6.3% کوچکتر کرده. آنگلا مرکل صدر اعظم 2 هفته پیش کاهش قرنطینه رو آغاز کرد و بعضی از صنایع
کارشون رو از سر گرفتند. مرتضی رئیسی خبرنگار از بن آلمان با ما هست. آقای رئیسی، شنیده شده که در آلمان یک سیستم نظارتی وجود داره که ایالت‌های مختلف رو بر اساس اینکه چه تعدادی دوباره بعد از اینکه قرنطینه برداشته میشه به این ویروس مبتلا میشن تصمیم گیری میشه که آیا قرنطینه ادامه پیدا بکنه یا نکنه. چنین چیزی چطور برنامه ریزی شده؟ بله، دقیقاً اینها عموماً بر اساس آمار ریاضی است و به خصوص مؤسسه روبرت کوخ که مسئولیت تقریباً کلی این مسئله رو روزانه داره، دو بار در روز این موضوع رو اعلام میکنه، تصمیم گرفته میشه و برای تصمیمات نهایی امروز یک جلسه مهمی بین صدر اعظم آلمان خانم مرکل و نخست وزیران ایالات به صورت ویدئو بوده که تا چند لحظه پیش هم ادامه داشت. تصمیمات بر اساس سیستم فدرالیسم هست که در هر منطقه به مقتضای وضعیت جغرافیایی و شمار بیماران بتونن برای بازگشایی ها تصمیمات گرفته بشه، ولی از همین امروز یک موانعی رو اعلام کردن که برداشته شده. مثلا تا دیروز به این صورت بود فروشگاهی که میتونستن باز کنن نمیبایستی از 800 متر مربع بیشتر مساحت داشته باشن، الان این مسئله برداشته شد. قرار بر این شد که بر هر ایالت و در هر محل به مقتضای 100 هزار نفر ساکنین محل اگر از 50 نفر بیشتر بیمار پیدا شد در جریان یک هفته دوباره اون مقررات شدید برگزار بشه. این در مدارس و در باشگاه‌های ورزشی به همچنین مقررات شدیدتر شده، از چند هفته دیگه تسهیلات قائل میشن، ولی تمام این مقرراتی که قبلا بوده از نظر فاصله گذاری و جمعی که باید با هم باشن باید حتما رعایت بشه و به محض اینی که در منطقه خلاف اون چه که پیش بینی شده بود اتفاق بیفته، تعداد بیماران بالا بره، دوباره برمیگرده به همون مقررات شدید سابق. ممنونم از شما آقای رئیسی. مرتضی رئیسی خبرنگار از بن آلمان. بیشتر از احمد علوی پژوهشگر اقتصادی درباره راه حل‌های اقتصاددانان برای خروج از بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا پرسید. ما می‌دونیم که سیاست‌گذاری برای حل بحران دارای یک ریشه‌های ایدئولوژیک هم هست. یعنی فرضاً اقتصاددان‌هایی که گرایش دارن به اقتصاد بازار طبیعتاً سیاست‌هایی رو توصیه می‌کنن که اقتصاددان‌هایی که به هر حال تمایل دارن به اقتصاد رفاه اونها رو ممکنه نپذیرن. اما به هر حال گفته میشه که چنین تحولی میتونه نظرات بسیاری از اقتصاددان‌ها رو عوض بکنه، به این معنا که ما در دوران پسا کرونا هم نظرات اقتصادی عوض میشه، هم سیاست‌ها عوض میشه و هم ساختارها تحول پیدا میکنه. شاید بشه یک گرایش رو دید در میان کل اقتصاددان‌ها و این با اون این است که اقتصادها تلاش میکنن که بیشتر دیجیتال بشن، بیشتر از ابزارهای دیجیتال استفاده بکنن تا اینکه از گزند چنین بحرانهای کمتر به هر حال آسیب ببینن. اما در سایر جوانب هنوز نمیشه گفت که اجماعی وجود دارد در میان اقتصاددانها. احمد علوی بود، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی. نگاهی دوباره بکنیم به سرخط خبرهای مهم امروز. رئیس جمهوری ایران هشدار داده که تمدید تحریم تسلیحاتی این کشور در شورای امنیت سازمان ملل عواقب وخیمی خواهد داشت. اتحادیه اروپا میگوید که بحران کرونا این قاره را با یک شوک اقتصادی بی سابقه از زمان رکود بزرگ اقتصادی در نیمه اول قرن بیستم روبرو کرده. در ادامه این برنامه، اثر منفی ویروس کرونا یا شیوع ویروس کرونا بر حیات وحش آفریقا. دونالد ترامپ گفته میخواهد تا یک ماه دیگر کارگروه کاخ سفید برای مقابله با کرونا را منحل و به جایش گروهی را مأمور بازگشایی ایمن کسب و کارها کند. این در حالی است که آمریکا همچنان بالاترین آمار روزانه ابتلا و مرگ و میر بر اثر بیماری کووید 19 را دارد. نهادهای دولتی هم هشدار دادند که این آمار رو به افزایش است. برگردان گزارش رو ببینیم از پیتر بوز.
A rare trip out of Washington. سفری غیر معمول برای دونالد ترامپ بیرون از واشنگتن. اپیدمی او را مجبور کرده بود در کاخ سفید بماند. حالا به فینیکس آمده برای بازدید از کارخانه‌ای که ماسک طبی تولید می‌کند. مثل باقی مسئولانی که همراهش هستند، آقای ترامپ هم ترجیح داده از این ماسک‌ها نپوشد. تابلوی در این کارخانه به کارکنان می‌گوید باید در اینجا ماسک به صورت بزنند. در سفرش به آریزونا که از ایالت‌های کلیدی در انتخابات ریاست جمهوری است، دونالد ترامپ گفت کارگروه مقابله با کرونا را منحل می‌کند. این کارگروه مسئول هماهنگی اقدامات کاخ سفید در مقابله با اپیدمی کووید 19 است. به نظرم این کارگروه و مایک پنس کارشون رو عالی انجام دادن. اما ما حالا به شکل دیگه ای داریم نگاه میکنیم و اون شکل ایمنی و بازگشایی و احتمالاً برای اون یه گروه دیگه تشکیل میدیم. یعنی میگین مأموریتش موفقیت آمیز بوده؟ نه نه، مأموریت وقتی موفقه که همه چی تموم بشه. تا پایان اپیدمی کووید 19 در آمریکا هنوز راه زیادی مانده و تقریباً هر روز 25 هزار بیمار جدید در این کشور شناسایی می‌شوند. یک نهاد دولتی می‌گوید این رقم تا کمتر از یک ماه دیگر شاید به 200 هزار نفر برسد و آمار مرگ و میر روزانه به 3 هزار نفر. این در حالی است که اغلب ایالت‌ها در حال لغو تدریجی مقررات قرنطینه هستند و نیمی از کسب و کارهای غیر ضروری هم کارشان را از سر گرفتند. در مصاحبه‌ای با شبکه خبری ABC آقای ترامپ تایید کرد که در نتیجه کاستن از شدت مقررات افراد زیادی جانشان را از دست خواهند داد. ممکنه که یه عده بمیرن چون دیگه توی یه آپارتمان یا خونه یا هر چی که هستن زندانی نیستن، اما ما فاصله گذاری اجتماعی میکنیم، دستامون رو میشوریم و خیلی از کارهایی رو که تو این مدت یاد گرفتیم انجام میدیم. ما باید کشورمون رو سر جاش برگردونیم. آقای ترامپ همچنین گفت ادهی هم ممکن است به خاطر فشارهای اقتصادی ناشی از تعطیلی کسب و کارها بر اثر خودکشی یا استفاده از مواد مخدر جانشان را از دست بدهند. او گفت آغاز دوباره فعالیت‌های اقتصادی تصمیم بی‌نقصی نیست و شاید باعث موج جدیدی از شیوع ویروس شود، اما آمریکا چاره‌ای جز بازگشت به کار ندارد. پیتر بوز BBC نیوز لس آنجلس. چند خبر کوتاه. شماری از شهروندان در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان در شمال افغانستان در یک راهپیمایی خواهان پایان دادن به محدودیت‌های تردد و باز شدن بازارها شدند. عده‌ای از پزشکان و کارکنان بخش بهداشت و درمان هم از هر دو روز پیش در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان اعتصاب کردند. آنها به دریافت نکردن 6 ماه حقوق و نداشتن امکانات محافظتی در برابر کرونا معترضند. در همین حال وزارت صحت عامه گفته با شناسایی نزدیک به 170 مورد جدید، شمار مبتلایان به حدود 3400 نفر رسیده. آمریکا اعلام کرده که برای مقابله با ویروس کرونا به تاجیکستان حدود 1,700,000 دلار کمک می‌کند. قرار است این مبلغ برای خرید لوازم تشخیص کرونا، آموزش کادر درمانی بیمارستان‌های دولتی، کمک فنی به نیروهای مرزبانی و تهیه و اجرای پروتکل‌های بالینی هزینه شود. سفارت آمریکا در تاجیکستان گفته طی 20 سال اخیر به بخش بهداشت این کشور 125 میلیون دلار کمک کرده. 3 نهاد وابسته به سازمان ملل از کشورهای جنوب شرق آسیا خواستند به پناهجویان روهینگیا اجازه ورود بدهند. عده زیادی از این پناهجویان مسلمان که از میانمار گریختند، مدت زیادی است که روی قایق‌ها در دریا سرگردانند. سازمان ملل میگوید این پناهجویان به آب و غذا و امکانات پزشکی نیاز مبرم دارند، اما کشورها اجازه ورود به آنها نمی‌دهند. بنگلادش از جمله این کشورهاست که برای جلوگیری از گسترش کرونا از ورود پناهجویان جلوگیری کرده. آمریکا اتهام تلاش برای ترور نیکولاس مادورو و رئیس جمهوری ونزوئلا را رد کرده. 13 نفر از جمله 2 آمریکایی به اتهام ورود غیرقانونی از کلمبیا بازداشت شدند. ونزوئلا آنها را مزدورانی توصیف کرده که مخالفان دولت استخدام کرده بودند تا با حمایت آمریکا آقای مادورو را بکشند. دولت ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که دولتش چنین طرحی نداشته و در این باره تحقیق می‌کند. پرتغال به 130 هزار مهاجر خارجی اقامت قانونی موقت داده، اقدامی استثنایی به خاطر شیوع کرونا. طبق قوانینی که اخیراً تصویب شد، کسانی که در انتظار جواب درخواست پناهجویی یا اقامت خود در پرتغال هستند، حق دارند از خدمات درمانی و تامین اجتماعی برخوردار شوند. این وضعیت تا بازگشت خدمات مرزی و مهاجرت به حالت عادی برقرار خواهد بود. یک مؤسسه غیر انتفاعی حامی حیات وحش در آفریقا هشدار داده نتیجه 30 سال فعالیت در این قاره ممکن است بر اثر شیوع کرونا به راحتی از بین برود. مدیر مؤسسه تاسک به BBC گفته از آغاز اپیدمی کووید 19 شکار غیرقانونی حیوانات وحشی در حال افزایش بوده. گزارش مارشال برو ببینید.
scouring the vast plains. جستجو در دشت‌های پهناور آفریقای جنوبی. به ما گفتن شکارچیه یک کرگدن رو کشتن. نیکو مدیر مؤسسه غیرانتفاعی اورژانس کرگدن هاست. امیدواریم بچه زنده باشه که بتونیم ببریمش و ازش مراقبت کنیم. این بچه 2 ماه هست. شکارچی ها مادرش را کشتند و شاخش را بریدند. بیهوشش می کنند و چشمهایش را می بندند تا کمتر استراب سفر داشته باشد. این 4مین بچه گرگدنی است که در 1 ماه نجات می دهند. شرایط برای حیات وحش آفریقا هر روز بدتر می شود. صنعت گردشگری اینجا سقوط کرده. خیلی ها بیکار شدند و برای تأمین معاش به شکار غیرقانونی رو آوردند. مردم مستعصل شدن و محتاج نون شبشون هستن. برای زنده موندن به هر دری میزنن. به نظر من شکار در منطقه‌های حفاظت شده 10 برابر بیشتر شده. این برای اونا مسئله مرگ و حیاته. در کوهپایه‌های کنیا محیط‌بانان برای گشت‌زنی آماده میشوند. اینجا لباس، جواهری تحت حمایت مؤسسه غیرانتفاعی تاسک. در اینجا از بسیاری از گونه‌های در حال انقراض محافظت می‌کنند. شاهزاده ویلیام، نوه ملکه بریتانیا که از حامیان این مؤسسه خیریه است، همینجا از کیت میدلتون خواستگاری کرد. اما این خیریه گفته که امسال نزدیک به 2 میلیون پوند از بودجه‌اش را از دست داده. بیشک این بزرگترین تهدیدیه که حفاظت از حیات وحش به خودش دیده. دست کم در این 30 سالی که من فعالیت داشتم. تجارت غیرقانونی حیوانات فشار زیادی به ما آورده و میاره. مبارزه بیامان. شیوع جهانی کرونا نتوانسته جلوی قاچاق بین‌المللی حیوانات وحشی را بگیرد. شاخ کرگدن از طلا و هروئین هم گران‌تر است و این برای کسانی که شغلشان را از دست دادند وسوسه انگیز است. کووید 19 شرایط رو بدتر کرده، چرا که بعضی ها که شغلی ندارن و به درآمد احتیاج دارن میرن دنبال این که یه کرگدن یا یه فیل رو غیرقانونی شکار کنن و آج و شاخش رو بفروشن. اینجا در بریتانیا با کم شدن پروازهای هواپیما و تردد ماشین ها حیات وحش جون تازه‌ای گرفته، اما شرایط در نقاط دیگه دنیا به این روشنی نیست. حفاظت از این جانوران هزینه زیادی می‌طلبد و منبع درآمدی که این هزینه را تأمین کند در حال خشک شدن است. کلر مارشال، بی بی سی نیوز. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.